اسلام بیغدیر. اسلام بیغدیر اسلام نیست. قرآن بی اهل بیت قرآن نیست. اسلام بی علی اسلام نیست. اسلامی که خدا بهش راضیه، اسلامی که درش علی ابن ابی طالب باشه، محوریت امامت و ولایت، اون اسلام. و رضیت لکم الاسلام دینا، خدا میگه من راضی شدم که دین شما اسلام بشه، اما ای اسلام، اسلامی که درش امیرن مؤمنین باشه. هر کس دم از علی زد و دم از غیر علی هم زد، ای دروغ میگه. این هم از توبره میخوره هم از آخر، نمیشه یک کدومش. نمیشه تو این قلب و دل هم سیاهی باشه هم سفیدی، در آن واحد هم نور باشه هم ظلمت. نمیشه. اگر کسی در خانه علی بیاد، نمیتونه مخالفین علی و دشمنان علی و قاسبان ولایت و قاسبان خلافت و قاسبان حکومت و قاسبان فدک و زاربان فاطمه رو دوست بداره. نمیشه. نمیشه کسی که علی رو دوست داره دوستداران دشمنان علی رو هم دوست بداره. نمیشه. نمیشه. نمیشه محبت اینا تو دل بیاد. برادر و خواهر گرامی، حجت الاسلام دانشمند نیز همانند دیگر استادانش سعی در تحریف معانی قرآن کریم دارد و از آنجا که در این کتاب عظیم آسمانی که به فرموده الله متعال تبیانا لکل شیء، یعنی بیان کننده همه چیز، و هدن للناس، یعنی هدایتگر مردمان می باشد، هیچ نامی از علی رضی الله عنه و امامت ایشان به میان نیامده است، ایشان یعنی دانشمند سعی در تحریف مفاهیم و معانی قرآن کریم دارد و نیز بار دیگر همچون استادانش در پی اثبات دشمنی دروغین بین علی و دیگر خلفا برآمده. حال آنکه هر کس از حقیقت قرآن کریم و واقعیت‌های تاریخی کمترین آگاهی داشته باشد، به خوبی کذب مدعای این آخوند مغرض و عقده‌ای و دیگر همفکرانش بر وی آشکار می‌گردد. اینک چند پرسش مختصر داریم از جناب حجت الاسلام و المسلمین شیخ مهدی دانشمند و دیگر علمایی که به دروغ مدعی پیروی از اسلام ناب و مذهب اهل بیت هستند. چرا الله متعال این امامت مورد ادعای شما را هرگز در قرآن کریم ذکر ننموده است؟ چرا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هرگز آن را به طور صریح و آشکار اعلان نکرده است؟ چرا امام علی همانند امام حسین با غاصبان خلافت نجنگید، حال آنکه به گفته شما این امامت از طرف پروردگار منصوص می باشد؟ گذشته از جنگ نکردن با خلفا، چرا حضرت علی رضی الله عنه پشت سر آنها نماز می خواند و از دستورات آنها اطاعت می نمود؟ از اینها فراتر، چرا وی در خلافت عمر وزیر و مشاور همیشگی او بود؟ و چرا هرگاه عمر از مدینه خارج می شد و علی را به جای خود در مدینه امیر می ساخت، امام علی بر علیه وی کودتا نمی نمود تا امت اسلامی را از شر حاکمی غاصب و مرتد و کافر برهاند؟ این مصیبت عظما را چگونه پاسخ می دهید؟ چگونه علی حاضر شد پس از آن که به زعم شما عمر پهلوی فاطمه رضی الله عنها را شکست و وی را به شهادت رساند، دختر خیش و جگرگوشه فاطمه ام کلثوم را به ازدواج عمر که قاتل مادرش می باشد در بیاورد؟ و بالاخره چرا امیرالمؤمنین علی رضی الله عنه پس از آن که به خلافت رسید و قدرت در دست وی بود، ارث فاطمه یعنی فدک را که به گفته شما غصب شده بود بر نگرداند و آن را به امام حسن و امام حسین و زینب و ام کلثوم نبخشید؟ در پایان خدمت یکایک عزیزان بیننده عرض می نمایم که الله بر ما انسان ها منت نهاده
و نعمت عقل و اندیشه را به ما عطا نموده، پس شایسته نیست که ما خود را از این نعمت عظیم الهی بی بهره گردانیم و پیرو افرادی باشیم که بنابر مصالح و منافع خود ما را از تحقیق و بررسی و رسیدن به حقایق پنهان تاریخ باز می‌دارند.